آتشم زد، آتشم زد. ای هنق بگیری، شما مگه پدر و مادر ندانی سرم رفت؟ گلخونه ها بی هم زد. سلام. فعلا که قلتک افتاده. چرا؟ آخه آتیش باره. تو به جنگ که بزنی اونور توی دروازه، میزنی اینور توی پنجره؟ یا من نزدم، بیرانوند زد. بیرانوند زد. بیرانوند از بلژیک بلند شده اومده اینجا. توپو شوت کرده توی پنجره، رفته سر تمرینش. بلژیک چیه؟ خونه‌شون اینجاست. بیرانوند. بیرانوند. چیه؟ چی میگی؟ این آقا با شما کار داره. چیکار داری آقا؟ این کجا شبیه بیرانونده؟ شبیه نی؟ یه ذره گوشش، یه ذرم بینیش. پرتاب دست شبیه بیرانونده. از اونجا زد، خورد، شیشه شکست. خیلی خوب. جمع کنید برید این برام دیگه فوتبال بازی نمی‌کنین ها. بچه رو همینجوری ول می‌کنن توی کوچه؟ همین میشه دیگه، گند بالا میاد. چی شده بودی زنگ زدی به؟ والا همه چی داشت خوب پیش میرفت. آماده بودیم کارو کلید بزنیم. این پیرمرده روی سیبیلش خیلی حساسه. قبل از اینکه کارو شروع بکنیم یه نگاه کرد توی آینه، گفت اینجا چه ذره اضافه داره. گفتم خب بده درستش میکنیم. با من سیبیلمو دست هر کسی نمیدم. رفتش توی اون دستشویی که سیبیلشو مرتب بکنه، این جونورا توپو زدن توی پنجره، شیشه شکست. دستش رفت برگشت زد نصف سیبیلشو پرت. الان باید وایسیم تا سیبیلش در بیاد. نه شما خودتو چیز نکن. زنگ زدم یکی از دوستای گیرمورم اومده چند تا سیبیل امتحان کنیم، راضیش کنیم یکیشو بچسبونه. راستی خانم احمدی، این تهیه کننده سر قضیه شکستن پاش خیلی شاکیه ها. من بهش نگفتم که شما زن امیدی، شما یه وقت به روی خودت نیار، بفهمه شاکی میشه کارو میخوابونه ها. نه خیالت راحت. ببین فقط دکتر میرزایی اومده. آره اومده، منتظره. بفرمایید. بفهم
همه اینا رو من خدمت آقای دکتر عرض کردم. ببینید، ما یکی از وایسایی که جهان فرستاده بود برای چنگیز رو انتخاب کردیم. خب دادیم به سه نفر، همه اونا رو گفتن. حالا هر موقعی که شما دستور بفرمایید از این سمت پاش کن. اون چهار تا صدا رو ما پخش می‌کنیم. ببینیم که آقا فیض الله این سمت میتونن تشخیص بدن صدای جهان کدومه یا نه. شما خواستتون همین بود دیگه. بله ممنون، فقط اول مصاحبه رو بکنید بعد وایسا رو براش بزنید. باشه چشم. سلام آقای سلام علیکم. البته به شرطی که بیان بیرون مصاحبه بشه. آقا فیض الله گیرمور مثل دکتره، محرمه. درو باز کن بذار بیاد تو. پدر جان من همه جور سیبیل تو دستوالم هست، اصلا عکس دیدم لنگ سیبیل تو پیدا کردم. چرا حرف بی ربط میزنی؟ سیبیل من لنگه نداره. بر منکرش لعنت، منظورم شبیهش بود. باشه همه برن اون بر در باز کردم، فقط سیبیل پشت در باشه. حتی آجانم شما بفرمون بر. حالا خوبه وقتی که زن شدم یه تار سیبیل رو پشت لبش نبود. حالا من شدم نامحرم، گیرمور محرم. سیبیل بذاردم در بذارم جلوی. بفرمایید آقا. بفرمایید آقا. بفرمایید چی میشه آخه؟ بفرمایید. خانم چقدر به نظرم آشنا میاد. نه کی؟ ایشون که اصلا قیافش آشنا نیست. سلام خانم. ما قبلا همدیگه رو کجا دیدیم؟ سلام. نه ما هیچ وقت هیچ جا همدیگه رو ندیدیم. منو خیلی ها با خانم گلستا سویلانیانیانی اشتباه میگیرن. اصلا چند بارم تو خیابون با من سلفی گرفت. راست. اون بعد بهش بگی چپ ما باید چی شد. خیلی حال دادی ها، واقعا نمیدونم چجوری جبران کنم. راستش نه مادر من پای اومدن با آرایشگاه رو داشت، نه کوکب خانم دوست و رفیقی که باش بیان آرایشگاه. قرار بود خانم آقا کمال بیاد که اونم انگار میفهمه مانتوش نمیدونم با کیکیه که قرار اسب بیاد محضر یکیه، ول کرد مانتوش رو عوض کنه بخره. خلاصه برا ما برادری کردی، دمت گرم. مجلس منو از سوت و کور در آوردی، جبران کن. امید آهی اینا، این تو آسایشگاه چاقو کشی کرده؟ آره بابا، حالا هم ماجرای چاقو کشی بگیم خبر نداری. اینم نمیدونستی که هفته ای دوبار به خاطر اینکه دستش در نیفته خواهرتو به ضرب کش میزده؟ ما یه برادر زنش نیستی، با وحشیه. خواهر منو؟ بله آبجی تو. من نبودم، من هند بودم. اصلا میگن 10 نفر رو تو خیابون زده، همجی لتوپار کرده. پای همکارش هم شیکونده. آقا تو داره آدرس بروسلی رو میدی، من دارم امید آهی رو میگم بهه. عروس من. خوکب جان اومدی؟ دست شما ده نفر آشوناش کردی؟ خواهش میکنم. تو آخر. زنده باشی. خیلی لطف کردی. بفهمید، بفهمید شما. اکجا. خواهش میکنم خانم. خدا نگهدار. بریم. شادم آقا. من این پایان سفر رو زدم این سخف امتیاز ما رو بدیم ممنون میشم. بعد آجم همیه الان هسته. تو بشیم. خاموش شده. بابا من همونجا تو آرشگاه بهت گفتم امتیاز منو بده دیگه. هم با توه. باور کنم امروز فکرم مشغول بود. یادم رفت دیگه. ولی برسیم تو محضر بلا فاصله میزنم تو شاش. بالاتری امتیاز رو بهت میدم. به شرط اینکه بیای شیرینی عقد کنم. او عجب گرفتاری شدی بابا. من اگه راه داشت سر عقد خودم هم نمیرفتم. میگفتم خیابی برگزار کنم. بشین بابا. این چی شد؟ بلن لبه ادف دیدو درا؟ کلوش یه دیدی، کلوش یه سان، کلوش یه دیدی. بیا برو تا پیچ موره کنه و در نرفته از این مرکه بکشش بیرون، بیا بالا سر این میدن. قش کرد چرا؟ چی شد الان؟ به خاطر سر و صدا و صدای شلیک. از بچگی که صدای شلیک میشنید اینجوری میشد. با مگه این دوز نبود؟ از صدا آتیش بازی میترسه؟ تو قبیله ما فقط همین یه نفر که زبان انگلیسی بلد بود. میبودنش دوزی که تهدیدای ما رو برای کاپیتان ترجمه کنه. اون موقع هم اینجوری میشد، تطیر اول در میره، ما دیگه مترجم نداشتیم. بابا خسته نباشیم، بیا برو این نورد بردار بیار ببینیم چیکار میکنه برای این. باش برو، باشو. یا
زبل خان، خودم هم همین جوری دارم روشنشو میکنم. الو، صدای من زدی؟ ببین، کنونی یک روشن شد، خب؟ دارم میرم سراغ کنونی دو. عروس خانم، وکیلم. با اجازه همه بزرگتر و علل خصوص برادر عزیزم جناب دکتر وارسته، بله. آدو آدو رمز موبایلتون چنده؟ سال تولد همسرم کوکب جان آمدم 30 سال دیرتر. آری آری 33. آقا این شناسنامه عروس خانم میدونید کجاست؟ تاریخ تولدش رو میخواستم بدونم. آقای عزیز، خانم محترم، با صدا به صدا نمیرسه. اقوام عروس خانم، اقوام آقای داماد، آقا یکی بیاد اینجا به عنوان شاهد امضا کنه. پسر جان شما اینجا به عنوان شاهد امضا کن، اینجا هم امضا کن، یه امضا هم اینجا بزن. شناسنامه عروس خانم رو نگاه کن. ای بابا، بیا آقا جون، بیا. تو چیکار کردی؟ بلند نکن دیگه افشین، من آمادم. آره بالا سرشونم. خب کبریت؟ آره آره کبریت هنو میزنم. سپان کبریت تو کجا گذاشتم؟ افشین افشین یه دقیقه کنسل کن، یه دقیقه عملیات کنسل. کبریت بابا چیکار کنم؟ خب کبریت نیستش. سب کن افشین، ببین تو به چیز آشنا نداری، یه روز عقد کنون قدرت رو بندازیم عقب. افشین دیدم. حل چقدر لفتش میدی؟ کندی روزنامه رو؟ آره بابا همون اول رفتم روزنامه پنجره رو کندم. قرار شام میموندی شما که قول دادین به قدرت. قربون شما بشم، لطف دارین. خیلی مزاحمتون شدم، ممنون بابت امتیاز کاملی که به من دادین. بله وظیفه بود، ان شاء الله عروسی خودت با آبکش آب بیارم. خیلی پسر خوبی، خیلی مرد. شناختیش؟ برای آشنایی نداشتم. این برادر خانم احمدی دیگه، وکیل چنگیز، زن امید آهی. گفتم اسم این زن و شوهر پیش من نیار. قرصم کجاست؟ بلقیس خانم قرصو بیار. قرصو بیاری لطفاً. خیلی خوشحالم. قربون شما. زنده باشی. خیلی لطف کردی. شما عروسی شما. من دارم میرم قاطی بچه ها، خب؟ آروم تا ده بشمار سیگار وسط ترقه رو روشن کن، فوری بود و بیا تو حیات، فهمیدی؟ آخری رو روشن کردم. آره حالا چیکار کنم؟ باید بیا تو حیات خودتو نشون بدی، فوری بیا. خودتو میدونی دیگه باید چیکار بکنی. خیلی خواهد بکتو 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 بکتو
گل در اومد از همون در اومد از دو پر دو پر دو پر دو پر بلا دوست دو خیلی خوب بلا اگه تو دل بری دل منو گل در اومد از تموم در اومد از گلا گل در بله خودتو نشون نده لو رفتیم لو رفتیم لو رفتیم بدبخت شدیم همه بدبخت چیزه این چیزی هنسفیریه افتاد وصله به تو مفهول نفس میکشه شو اومدی از پسش بر نیومدی لو رفتیم افشینو با موبایل گرفتن افشینو گرفتن افشین دست تو من دست تو ایرو چنگیز خان اول قراقه ما میسیم ایرو ما همه میگیم اول قراقه چنگیز خانه خب اونا گرفتن تو اینجا چیکار میکنی؟ من اومدم موبایل رو بنزن تو چاه دیگه تو الان مگه نباید سر گنج باشی الان سوده فقط صدای یه انفجار اومده باید سب کنیم دومین انفجار بعد سومین انفجار بعد ترکید و طول کشید نکنه دومین منفجر نشده جاش سومین منفجر شده نکنه دو سه قاطی شده تو چی آخه کجا مگه نگفتم موال قراقه بیرون هیچ که نمیاد تو آیسه آروم پا میشی میده اتاق سر وقت گنج بدونه که هیشکی به بلدت میفهمی؟ باشه همین کار همین یه دونه کارو بکن باشه ولی من میرم توی جمع طبق نقشه که تو چشماشم تو برو بالا سر گنج باش باشه تو برو من آروم آروم بردی تو میتونی باشه ببین میتونی شما جان این سنجان چجوری آروم میگیره؟ نمیدونم What did stop in relationship? What are you saying? I say hello, goodbye تنفس کنی خوب میشه بشتی رو بخشه آقا نه یه چی برد بابی بدبخ شدم دیمه را شفی بیدم همی بیدم
خداروشو کسی تو اتاق نبود. آخ مراقب نبودی دولتون ترکید. تو اون تو چی کار میکردی؟ خودت گفتی اگه غذا اینجور دوست نداشتی برو اتاق افشین. گفتی همه کنسروی داره. شانس نداریم که قاشق اول گذاشتم دهنم بوم ترکید. کوفتم شد قرمه سبزی. بابا مرزی کجایی پس؟ بیا دیگه عزیز من، بیا دیر شد. آره داری میاد. ببین فقط همون مانتو سفید خوشگلت پوشیده دیگه. بای خواهیه. بیا بیا بیا. من چی کارش داشتم؟ این مسخره بازی ها چیه؟ مسافرم دوماد بود. گفتم ما هم بریم یه دوری بزنیم. با این وضعیت مردم چی میگن؟ آقا جون به خدا اونقدر که ما به فکر حرف مردمیم خودشون نیستن. یه شب میخواییم بریم با مرزیه دور بزنیم. اصلا میخواییم شما هم بیان. باشه باشه منم میام. میای؟ آره منم میام. مامانو تنها میذارین خونه؟ ارسمون نخور. رفته خونه قاهرش. با همین پیژامه میان؟ نه راحتم. با همین میرم. میخوای لااقل برم کفش براتون بیارم؟ کفش نمیخوام. هیچی نمیخوام. را بیا بریم. جلو میشینید؟ نه. من عقب میشینم. عقب میشین. خدا رو شکر. چه کات ببین. آقا چرا کات میدی؟ عزیز من سبیلم کجه. کجاش کجه؟ آقا کج نشده. 200 دفعه اومده چسبونده. باز میگی کجه؟ عزیز من احساس میکنم میگم کجه دیگه. کجاش کجه؟ جا بدبختی داری؟ خب اجازه بده من الان درستش میکنم. ببینم. راست میگه دیگه بنده خدا کجه. دیدی گفتم. صبر کن. ببین چطور شد؟ اوکی شد. بگیریم. خیلی خوب. اوکی شد. این بنده خدا وسواس داره. همین که صدای چیلیق قیچی رو بشنوه خیالش راحت میشه. آقا آماده برای ضبط؟ بله. آقا فیض الله. بله. از اونجایی میریم که دزدا با شما تماس گرفتن. بریم ضبط. بله. خلاصه اون روز با منزل بودیم. تلفن زنگ خورد. یه جوونکی بود. منم به اسم صدا کرد. حالا اسم من از کجا میدونست؟ نمیدونم. خلاصه ای صحبتش این بود گویا بینشون اختلاف به وجود اومده. چیزی پیدا کردی؟ هر جا بغلم میرسید و میشد و گشتم. مبلا، صندلی ها، کوسن ها، همه جا، همه چی. هیچ جای خرابی بارکی نیست. آخرش هم از اون خواست بهرشون کنه. حاج خانم پا تلفن وقتی شنید از خوشحالی توش پس میرفتن. آقای سمسام اون قضیه صدا و اینا رو چیز کنین دیگه. بله بله. با فیض الله شما فکر میکنی صدای اون طرف رو میتونید به خاطر بیارین؟ یعنی اینکه اگه من چند تا صدا براتون پخش کنم میتونید اون رو تشخیص بدین؟ چه توقعی دارین؟ مثل این میمونه دو ماه دیگه به جنابعالی بگن صدای من فیض الله رو بیاد میاره یا نه؟ این آقا فیض الله یه قرابتی با امید شما داره. خوب مثال میزنه. آقای میرزایی یه طور خدا یکم آروم‌تر. این تایید کننده اگه اسم امیدو بشنوه درجا کارو میخوابونه. آقا گاوه من زایید. بله آقا با من بود. به من گفت. با من بود. به من میگه. بله بله با ایشون بودم. آقا. آقا معذرت میخوام. حالا صدا رو پخش بکنید. ضرری که نداره. شاید یادشون بود.
بله چشم آقا، منم همش همینو میگم. دیدی خانم چی گفت؟ پسر بی تربیت به من گفت گاو. من گاوم؟ من گاو زغوم؟ آقا این بنده خدا که از تو عذرخواهی کرد، شما انقدر بدپیله نباش. من بدپیلم؟ من بدپیلم خانم؟ شد یک دفعه از من دفاع کنی؟ شد؟ آه خودشه، همین بود، همین بابا بود. اون روزم پای تلفن خانم هم همین رو میگفت. یادت خانم میگفتی بنده خدا معذرت خواهی کرد، تو کوتاه بیا، چقدر تو بدپیله ای؟ همین رو گفتی نه؟ من همیشه همینو میگم، شما هم همیشه میگی که شد یه بارم من دفاع کنی. حالا شما مطمئنین این صدای خودشه؟ بله خانم من مطمئنم. خب اجازه بدین یه بار دیگه پر... اصلا اجازه نمیدم، چون این حضور ذهن عین این سبیل، نه اون سبیل خودم لنگه نداره، مطمئنم. کات همگی خسته نباشین، جمع کنیم. خب حافظ الله. بله اجازه بده من این سبیل، این همینجا میمونه تا زیرش ثبت شه، وقتی ثبت شد میای دستش میگیری. پاشو بریم بالا. برحال تشخیص صدای جهان خیلی بهمون کمک میکنه که بتونیم ادعامون تو دادگاه ثابت کنیم. البته بخشی از ادعاتون، چون هنوز که چیزی از مواد جاساز شده تو اصل خونه پیدا نشده. بفر من اگه یه بار دیگه بتونم بیام توی خونه حتما پیداش میکنم. خانم احمدی قبلا من خدمت شما گفتم این مدارک باعث تبرئه چنگیز نمیشه. چنگیز باید از قوام و جهان شکایت بکنه، اونا رو به دادگاه بکشونه، اون موقع شاید بشه از این مدارک علیه اونا استفاده کنه. بله متوجه. شبتون بخیر. شب شما بخیر. خدافظ. خانم احمدی. بله. این صداها، اینم تصویر خدمت شما. کل مصاحبه است؟ بله بله از اول تا آخرش. فقط اینکه شما سر پولتون هستید دیگه. آره بعد از دستگیری جهان بهتون برمیگردونم، اون موقع پخشش هم مشکل نداره. فقط یه زحمت بکشید روز دستگیری به ما اطلاع بدید که بریم ازش فیلم برداری بکنیم، اینجوری مستنده باحال‌تر میشه. باش. آقا مخلصم. با دکتر میرزایی هماهنگ میکنم. چرا به عقل من نرسید یه چیزی بذارم تو این خونه فردا به بهونش برگردم؟ آفیزولا بهونه میخواد چیکار؟ این سیبیله به جونش بنده. خب که چی؟ هیچی دیگه، دو سه ساعت دیگه چسبه وا میره، بعد زنگ میزنه به ما که چیکار کنیم، بریم سیبیلو براش بچسبونیم. به جان خودم این بهرام بنده عمدی میزنه، الکی میگن پرتاب دستش قویه، عمدی میزنه. احبا بفرما. اومده بودی از آب گلالود ماهی بگیری، قلابت پیش من جا موند. میشستیش خب دیگه چی؟ دیگه اینکه تو چیزی نمیخوای به من بگی؟ مثلا چی؟ نمیدونم، احساس میکنم یه چیزی میخوای به من بگی. آره فلکه پوسیده، اگه دست بهش بزنه داستان میشه دیگه. حالا دارم بررسی میکنم. آخه اینجوری که نمیشه تمام روز با سرام روا و شاد آماده تو ایشون بگو با ما یه کوچی جون قرمونت دارم. نه عزیزم من گیر کردم. آره نه قرمون میام. نه تو یه صفحه بذار، یه سطح بذار راحت دیدی بخواب. آره آره کتی مزاهم 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 باش خدا اونجا با سالی من رو نگاه میکنی. بیا اینجا بس بیا اینجا بگو فراش نرو بب نه نه نشکنی نه باش بای بای اینو بگیم. من یه شیر گیر بیارم.
بشین. من میگم فرکرده دارم. موازه باش خراب نشین. من یه شیر گیر بیارم. بشین. خب بفرمایید ببینم این چیه؟ این یه موبایل شکسته. حالا این که از کجا اومده رو میذاریم برای بعد. بله. چرا شکسته؟ افتاد زمین شکست. افتاد زمین؟ یا زدیش زمین؟ نگهبانا به من گفتن وقتی زدیش زمین دوبارم با لگد رفتی روش. چرا؟ چون میخواستی ما نفهمیم که با کی تماس داری؟ دروغ نگو. بالاخره میفهمیم که اینو کی برای تو آورد. دکتر چرا فکر نمی‌کنی نه یکی تو همین پژوهش کرده گرفتم موبایلو؟ یکی کی؟ نه یا شاید هم مثلا پیداش کردم، یکی از جیبش افتاده من برش داشتم. خب به هر حال اگر پیداشم کردی باید میومدی تحویلش میدادی. سلام آقای دکتر. چرا اینجوری شدی؟ صلیبی پاره کردم آقا. چرا اینجایی پس؟ دیگه نیرو کم بود، مرخصی رو لغوش کردن. اینم دفتر ملاقاتی که خواسته بودین. اینو بده یکی ببر انفرادی. خودتم برو خونه استراحت کن. ببین بلایی سرت بیارم. بلایی سرت بیارم. بله. اونقدر تو انفرادی نگرت میدارم تا معلوم بشه این موبایل از کجا آمده. برو. بله. میگم برو. بله. با تو هم میگم برو. آقا. بریم. یه سوار نخوری. قشنگه. این کجاش قشنگه؟ سایل تو خوب افتادی. قیافه منو نگاه کن. دهنم بازه. اصلا عکس تاره. نه این دوست ندارم. بزن یکی. آره این خوشگله. من اینو دوست دارم. همین قاب کنیم بزنیم به دیوار. کدوم دیوار سهیل؟ بابات اینجا اصلا خوشحال نیستا. اصلا چرا اومد؟ من با بابا میشناسم. اون هی میگه مردم مردم واسه اینه که میخواد حسرت عروسی به دل دخترش نمونه. وگرنه طفلی حرفی نداره. حالا واقعا حسرتش به دلت نمیمونه یا میمونه؟ راستشو بگم. تو همیشه باید حقیقتو بگی. راستش تا امشب از بس هی بابا میگه و فکر میکردم آره حسرتش به دلم میمونه. ولی الان دیگه نه نمیمونه. نه بابا. نه بابا. نه بابا. سهیل. به من افتخار میکنی؟ آره به تو افتخار میکنم. سهیل منم به تو افتخار میکنم. آره منم اخلاقم خیلی خوبه به نظر خودم. من خودم بعضی وقتا به خودم خیلی افتخار میکنم. سهیل تو نمیخوای چیزی به من بگی؟ نه دیگه گفتنی ها گفته شده، نگفتنی هم نگفتنیه. باشه من یه دفعه برم میشه بابا دلشو به دست بیارم. برو. اومدم بگم که من میدونم شما اگه اصرار داری به سهیل عروسی بگیره به خاطر دل منه. من میدونم. نه همش به خاطر دل تو نیست. خب منم پدرم دل دارم. دلم میخواد دختر یکی یه دونه اما تو لباس سفید عروسی ببینم. حق دارم یا نه؟ هلی قربونت برم من. معلومه که حق داری. ولی بابا سفید پوشیدنم مهمتره یا سفید بختیم؟ بعدش هم اونایی که جوونن عروسی میگیرن پول دارن خب بگیرن ایشالا خوشبخشن. سهیل من اگه داشت چیزی از من دریغ نمی کرد. می کرد؟ من نمیخوام بدونم پسری که نمیتونه یه شب عروسی برای تو بگیره چجوری میتونه یه آب زندگی تو رو اداره کنه؟ سهیل من الان دستش تنگه نمیتونه برام عروسی بگیره. شرایطش که همیشه اینجوری نمیمونه. و
بعدش هم بابا ما جوونیم، کار میکنیم، دوتایی زندگیمون رو اداره میکنیم. بابا سوهل اون سوهل سابق نیست به خدا، نگاش کنین. نه نگاش نکنین، اصلا نگاه کردن نداره. شما منو نگاه کنین بابا، به خدا داره زمان مثل برق و باد میگذره. با من نمیخوام اینجوری بگذره. دخترم من این حرفا رو زدم به خاطر اینکه فردا گلگی نباشه. حالا که تصمیم رو گرفتی توکل به خدا، خوشبخت باشین. الهی قربونت برم، تو مهربون ترین بابای دنیایی. سوهل، سوهل. بله. سوهل با من بودی؟ نه با اون صندلی بود. خب با تو بود دیگه. مرضیه تو گریه کردی؟ من فهمیدم. گریه خوشحالیه. خب بهتر، خدا رو شد. سوهل خان میشه این گلار تا فردا شب نکنی و به من و مادر مرضیه و سارا خانوم و آقا اسدالله یه شام عروسی بدی؟ میشه؟ نمیشه؟ شام به من؟ خیالتون راحت باشه، نمیذارم آب تو دلشون تکون بخوره. ماشین زب داره؟ آره اونجا هست. آهنگ شادم داری؟ آره خیلی. آروم، نمیخوام مزاحم مردم بشم. شام عروسی بذار، یکشو. دوش خوب نبود. سهیلم خدا چنگیز خان، اینجوری مراقب اینجا بودی؟ داشت من، عیز من، سالار، ستون، سرور، چند دفعه بگم دکتر کونوردم شاهد من تا همین الان درگیر بودم. رو ساعت 2 دقیقه دیگه هم درگیرم. همین جور 2 دقیقه درگیرم. بابا بلند کنین، من اینجا رو زی و ظالم به تو تحویل داده بودم. کوچی عزیزم، الان نخوابیدی؟ دارم این نفله گفته میخواد 4 تا دونه ترقه بتره کنه. این که بمب اتمه که. چی شد؟ چه شد؟ احتمالاً همشین میره انفرادی. چرا؟ قانونشه دیگه، موبایل داشته باشه انفرادی. تا کی؟ اقل کندش دورو. تو چه شدی؟ هیچ. هیچی؟ یکی قبل از من گنج رو پیدا کرده بود. کی؟ فکر کنم سعید. سعید خاجوی خودمون؟ وقتی لوله ترکیده بود قبل اینکه من برسم سعید تو اتاق بود. بعد من که اومدم از در اومد بیرون، لباساش خیس بود و گلی و اینا. یه قاشق دستش بود داد به من. بابا نه نه نه، اون زرنگه این حرف هست که یه قاشق بده دستت که چی؟ مثلا من اومدم اینجا با قاشق کندم رسیدم به جواهر؟ نه بشن کجا من اومدم قصه رو بدونه چیه. چرا؟ اون خیلی جونوره. حالا به هر حال که من هیچی پیدا نکردم دیگه. چی شد؟ چی شد؟ آخ ول کرد. نگاه. میگیره ول میکنه، آخ. الان که اصلا جنبه تنم نیه. فردا خودم میرم سر وقتش. به 4 میخش میکشم. کرده و نکرده شمو غور بیاد. ما اگه شانس داشتیم. تو چرا اینجوری شدی؟ چه میدونم، دکتر کونورده دیگه، یه شربت داد به ما. منم نمیدونستم چیه، بی مطالعه رفتم بالا، اومدم پایین دیدم همشو خوردی؟ همشو. میدونی که این شربت ها چجور عمل میکنه دیگه؟ اینا مثل چاه بازکن عمل میکنه، همینجوری میشوره میبره، بعدم
ببخشید بی مطالعه مثال زدم. خودم متوجه شدم. دیگه بی مطالعه مثال نمیزن. چشم. چی؟ چشم. بی مطالعه مثال نمیزن. نمیزنم. چی؟ بی مطالعه مثال نمیزن. باشه دیگه باشه. باید بریم دیگه. چی؟ بریم این چرخی. هر تمیزترین اتاق رو انتخاب میکنی آدماشو میندازی بیرون برم بخواب. اگه هنوز گنج اینجا باشه و کسی پیدا نکرده باشه چی؟ من میرم میخوابم تو همینجا. من چجور وسط این همه لجن و آب و کثافت اینجا بخوابم گنج چی؟ راست میگم نمیشه اصلا نمیشه خوابت خیلی کرکسی فاره. قبلش اینجا رو قشنگ در تمیز میکنیم دست سر گوشش میکشی بعد میخوابی میکنیش عین اون روز اول که منم از فردا بیام اینجا بخوابم بالا سر کرد. آقا من تنهایی چیکار چجوری این کارو بکنم؟ چی شد؟ دیگه میری؟ چجوری اینجا رو تمیز تنهایی من چجوری اینجا رو تمیز کنم؟ بگی چی شده من خودم کمکتون کنم. چرا اینطوری میکنی؟ الان بهت میگم چرا اینجوری میکنی. یعنی چی؟ محکم محکم ببن. دارم همه کبریتری؟ نه برای چی میخوای؟ خب سیرش ها چیش روشن کنم. ببند خدا دیگه ببند. بگو چی الان؟ تو اتاق ما با قاشق چی کار میکردی دیگه؟ زود تون سری جواب بده. بابا رفتم قرمه سبزی بخورم دیگه. آه قرمه سبزی بخوره حل دیگه. درست جواب بده قرمه سبزی بخورم قرمه سبزی بخورم. جواب بده ببینم. خودش بهم گفت. چه گفت؟ گفت هر موقع غذا اینجا رو دوست نداشی برو اتاق افشه قرمه سبزی. راست میگه من گفتم من گفتم. تو گفتی تو گفتی تو خیلی ویژا کردی گفتی. مزخرف تحویل من نده. چنگیز اعصاب صفر روان زیر صفر. اگه بخوای بی مطالعه جواب بده خودم ساتوریت میکنم. عید سبزی قرمه سبزی ریز ریز از میکنم. آفرین آفرین ریز ریز از میکنم دست تو بده. بابا چنگیز باز کن دست منو. آخه حالا حالا باید کار دارم کاکولو. چنگیز چی داری میگی؟ چی با دارم؟ انوار یک بند انگشت کاکولو قد کنی مغر میاد. یک بند انگشت عجب گرفتاری شدی. خوشم اومده زنگدش انبور. چیه بابا این چیه بذار کنار اونو. البت که این انبور نیست قند شکنه. میخوام این قند و نبات رو بشکنم. امید بله اون لوله پولیکو برده بیار. بپر خودت بیار. نه منظورم این که ببخشید منظورم این که چرا من برم بیارم. سوالی بود که برام پیش اومده بود اشتباهی ادا کردم. از خاطره که این دست پاش بست از منم چنگیزم. توقع داری من برم اون لوله پولیکو بردارم بیارم؟ نه دیگه منطقیه که من بردارم. ولیک بابا چنگیز اونو بذار کنار بیا با هم حرف بزنیم دیگه. اگه حرف بزدی که کار الان به اینجا ها نمیکشید کاکولو. پولیک این چی الان آوردی؟ آخ 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 نگاه کن این انگشت توه این هم قن شکن. بگیر اون و آخ میبینی چه صدایی داره؟ آخ با روح و روان آدم بازی میکنه. آخ صدای خورد شدن و استخون میمونه. چه اگه خورد کنی انگشت منه که همه میفهمن کار تو بوده که. نه دیگه اونم راه داره. میگیم سید تو انبار بود انگشتش لای در گیر کرد. این انگشت اینم در. آه راست میگی دیگه منم شاهدم. میگیم انگشتش لای در گیر کرده. آی 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 آ
چنگیز، 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 من رفیقتم، خردشو چنگیز. این همه سر پروندت کمکت نکردم بابا، اند مرام و رفاقت همینه. چی میگی؟ خانوم من همه کارو کرد. اصلا قد کن، قد کن، قد کن، قد کن. یه بند یا دو بند.